با همکارم لیلا سودتی که این اعتراضات رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه هستیم لیلا روز پرستار در حالی آغاز شده که از قبلها ما شاهد اعتراض مستمر پرستاران و به خصوص حالا قادر درمان و به طور مشخص پرستاران بودیم از تازه ترین اتصاب ها و اعتراضات پرستاران به ما گفتی روز پرستار رسیم و که از مرداد ما پرستاران و همچنین کادر اورژانس 115 در بعضی از بیمارستان دولتی و علوم پزشکی های بعضی از شهرها در آقا تجمع کردن اعتصاب کردن اعتراض کردند کارزار را انداختند و بعد وعیدهای مسئولین هیفده در واقع آبان بود روز پرستار که تا اون روز سب کنیم ما همه خواستای شما رو در واقع بیشنویم گوش میدیم خواستتون رو اجابت میکنیم معوقاتتون رو می نگران نباشید پرستار هم گفتن باشه ما تا هیده آبان سب میکنیم رسیدیم به 17 آبان دیدیم که هیچ اتفاق نیفتاد و مثل همیشه مسئولان دروغ گفتن و میخوام بگم که واقعا شاید درست نباشه ولی خودشون واقعا مسخره کردن انقدر که دروغ میگه و هیدا اون اشتباه نیفتاده در روزهای اخیرم در بعضی از شهرها دیدیم که پرستارا هم همچنین کادر اوجاز تجمع اعتصاب کردن امروز که روز پرستار بوده به شکل های مختلف در بعضی از بیمارستان ها همچنین خودت گفتی در بعضی از شهرها اعتصاب و اعتراض ادامه داشته مثلا میخوام بگم که مثلا بیمارستان متحری جهرم امروز روز پرستار برگزار شده در بعضی از در بیمارستان ها که علوم پزشکی اونجا و پرستار به نشانه اعتراض اون پکیج غذا و میوه ای که بهشون داده بودن رو انداختن سطل اینجوری اعتراضشون نشون دادن یا در شیراز بیمارستان رجای شیراز اعتصاب و اعتراض کردند من میدونم که در بیمارستان های مشهد هم اعتصاب و اعتراض ادامه داره امروز گفته شده که ساعت پنج بعد از ظهر به وقت ایران قرار هستش که تجمعی از پرستاران و کادر اوژانس بیمارستان های مشهد برگزار بشه در مورد مشهد می خوام با یه نکته رو بگم که در روزهای اخیر پرستاران مشهد یک کارزای رانداخته را بودن روبان مشکی برای اعتراض اینا یک جلسه ای هم در واقع مسئولان و همچنین لیدرهای در واقع پرستاران و همچنین نظ... رئیس نظام پرسه به فرماندار مشهد داشتن یعنی فرماندار مشهد اینا رو خواسته که بهشون بگه که اعتراض دیگه نکنید چون چیزی که میدونم عنوان شده تو اون جلسه این هستش که شما اعتراض میکنید و مورد سوء استفاده دشمن و رسانه‌ای معاند قرار گرفته این و... این چیزی که پزشکی هم دیروز همین حرف رو زده بود لیلا میدونیم که فقط مطالبات پرستاران مالی نیست از دیگر مطالباتشون چی میدونید ببین الان یک نکته هست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اضافه کاری دیماه سال 99 یعنی زمان کرونا رو ده آبان امسال پرداخت کرده یعنی چند سال گذشته؟ ببینم که فقط مالی نیست سورس که اینا پرستا رو با نجابت دارن کارشون انجام دهن. چون مسئول در واقع بیماران هستن میخوان حرفه کارشون انجام بدن فقط مالی نیست اینا میگن که جز پرستا وجود داشته باشه بیش از 30 هزار تا نیروی شرکتی وجود داره اونها استخدام بشن اون استخدام, استخدام بشن یک بار سنگینی از رودوش پرستا رو برداشت میشه و همچنین اضافه کاری و اجباری هست و حق و حقوقشون هست و همچنین ساعت در واقع ساعتی 100 هزار تومان حداقل برای اضافه کاریشون در نظر گرفته بشه متشکرم از تو همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ما